کنفرانس سه روزه جهانی که با هدف مدیریت آب با میزبانی هلند و تاجیکستان در مقر سازمان ملل متحد برگزار شده بود روز جمعه چهار فروردین پایان یافت سازمان های غیر دولتی، دولت ها و بخش خصوصی نزدیک به 700 تعهد را قبل و در طول سه روز گرد همایی سازمان ملل ارائه کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان کنفرانس سه روزه سازمان ملل گفت آب با ارزشترین کالای مشترک است و باید در مرکز دستور کار سیاسی جهانی قرار گیرد آقای گترش درخواستی فوری از جهان برای اصلاح و حفاظت از منابع آبی برای جلوگیری از درگیری و تضمین رفاه جهانی آینده ارائه کرد وی گفت جهان در مسیر رسیدن به اهداف آبی بی سی خود از جمله دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت برای همه قرار ندارد بر اساس آخرین آمار سازمان ملل در 2020 دو, دو میلیارد نفر هنوز بدون آب آشامیدنی سالم و سه دهم میلیارد نفر به خدمات بهداشتی مدیریت شده ایمن دسترسی نداشتند. حداقل دو میلیارد نفر آب آلوده به مدفوع می و دو دهم میلیارد نفر فاقد خدمات بهداشتی اولیه هستند. شرایطی که منجر به گسترش وبا از حال خونی و فلج اطفال می شود. در حالی که تغییرات اقلیمی خوش سالی ها را مکرر و شدیدتر می کند کارشناسان آب و هوای سازمان ملل همچنین تخمین می زنند که حدود نیمی از جمعیت جهان حداقل در بخشی از سال از کمبود آب شدید رنج می برنده.